و ما جعلنا لبشر من قبل کالخل نگردانده این ماد برای اینچ انسان پیش از تو همیشه زندگی را فا امیتا فا امول خالدون آیگه تو بمری اینا پس همیشه میمانن. الله می فرماید که برای هیچ بشر پیش از تو بقا و دوام ندادیم خلود در دنیا. آیگه تو بمری اینا زنده میمانن؟ نه. یکم تا چی میگه؟ نگو یک پارا میکشمت حالا مرا بکشی تو زنده میمانی؟ برو بکش اینا. آر تو از پشت من چی 10 سال بعد 5 سال بعد 1 سال بعد میایی؟ کی مانده؟ کدام پاچا مانده؟ عبدالرحمن خان مانده؟ یا دوست محمد خان مانده؟ کی مانده؟ شاه شجاع مان؟ او ماهده ننگین و گندمک حکم زاد نه؟ خاک به این میز داد او ماند؟ این مردار شد رفت. اگه هر کسی که باشه میر بچه خان مانده یا ملا ملنگ مانده و تیمر خان مانده تیمر لنگ و کیو شاه احمد شاه عبدالی نه؟ او مانده کی ماند؟ کنه کی رفت؟ نه؟ یعنی قصد که من 10 سال بعد 20 سال بعد 50 سال بعد 40 سال بعد کلگی هدف ما ایست که از مرگ نترسی با حق استوار باشین میگم میکشمت طرفش خانده واو کاش که خودت زنده باشی مرا میکشی ها میکشمت میگه چوب باش هیچ چوب نشینین خب حقا بیان کنین امی تو بلبل واری باید زبانتان به خانه و مانده نشی نترسین بکشن خودشان میمره. اما دیگه مثلا امی تا نور محمد ترکه که 12,000 نفر یک جای کشن چطور شد؟ 1 سال بیشتر نشد ای تو کشتندش نه صدایش برآمد نه خونش الله ازی تو مرگ نجات قبرش هم در دادن گفتی ازی قبرش هم یاد قول آب چکان است خب بسم الله حفیظ الامین که بسم الله الرحمن الرحیم خنده میکنی او کافر مرتد سر بسم الله او ماند او را امیر ویسا میگه میگریخت لباسش در جانش نبود یک دان نیکر در جانش بود خب از پالی والا عالم کی بود خیش گریخت که تو مرمی زدندش و هیچ قبر نداره آفرین ما چون مورا سخ خورد گرخ خورد چی شد این دیگه ایش که آدم هم میکش نه دادار آویزانش کدن یا نه چی شد اینه تمام این از این کسایی که ظلم کردن مردار شدن نه هیچ کس نمانده اطلاق کم 20 میلیون انسان کش چی شد یا استالین میگن 34 میلیون انسان کشت 34 میلیون 27 میلیون میگه نفوس افغانستان است خارج و داخلش جمع کن میگه 30 میلیون میشه 34 میلیون کشت من نفوس افغانستان که زیاد چه شد؟ چه شدن؟ میمره مردار میشه پیش الله میره ما را میگه چه باش که میکشمت نه؟ برو دستت خالات بیدین مرگ ما پیش تو نیست فا امیتا فا امال خالدون آیا اگر تو بمری الله میگه هیچ انسانی را ما همیشه زندگی ندادیم از همین آیت بعضی استدلال میکنن که کیام خوجه خضر حیات که میگن نه خوجه خضر حیات خضر علیه السلام ما میگه وفات کرده خوجه مجه نبود و خوجه خضر حیات ولی خوجه او را به خود نسبت میدن اون کی تیر شده و او وفات کردگی زیرا پیش از تو دیگه خل در زمین نبود آد آسمان جداست افا این متا آیا اگر تو بمری فهم الخالدون اینا میشه میمانن یعنی اگر تو بمری یا بمیمانن نه نمیمانن لا 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 یکون هرگز بل کلون الى الفنا کل اگه بطر فنا میره کل من علیها فان کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام مفسرین میگه رد از بقول مشرکین که میگفتن شاعر نتربس بهی رای برمانون یک پیامبر هم گفتن شاعر است انتظار میکشیم به این حادثه زمانه را یک حادثه بیا یک موتر بزنیش که بیغم شوید الله میگه گی بمر شما میمانید و ظالمای بیدینا شما پیش الله میم الله خبرشان داد که انبیا قبل ازی کلش مردن از آدم علیه السلام گرفتن متوال الله دین و بن نصری الله دین خود را نصرت کرد حفاظت کرد همین قسم دین تو را و شریعت تو را این پیامبر حفاظت میکنه واقعا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله وفات کرد نه چی حالت بود در بین صحاب اکثر چی هم شد عرب های نامسلمان مرتد شدن خب یک گروهی پیدا شد بعضی دعوای اولویت خدا چی کرد پیامبری کرد دعوای نبوت چند 4-5 قبیله این کار کرده مسیلمه و اسود انسی و طلحه ابن خویلد اینا دعوای نبوت کرده قبایل مختلف ولی ابو بکر الله آورد ابو بکر بعضی گفت هر کار میکنیم زکات نمیتیم
گفت ایون قصد دین و انا حی دین ناقش شو ما زنده باشم. گفت والله من فرق بین الصلاة و الزکات لو قاتلن لهم. کسی در بین نماز و زکات فرق کنه می جنگم با امراش. برین گفت زکات تانه بیارین اگه ناوردین باید نیروی روبرو میشین که مردار شوید. رفتن نیروها را آماده کرد چنان زد و مردارشان که شکست داد. یک ست تا دو ست تاش که مرد دیگه اینش گفت صاحب ما تاویستیم. گفت تیشو بر زکات دا. ظالم گفت یخ بر ما نمیگیریم این را با فقرایتان میتیم. این حکم الله است که اقیم و صلات و اتو زکات. با در برابر مسیلمر نیرو روان کرد. هی تو مردارش کرد. همه تو امنیت کل شب جزیره عربستان آرام و عراق هم از فارس گرفت فتحش. در ظرف دو سال صحابه ایران با. که رسول الله وفات کرد این وضعی که ما عقب بریم دیگه هم پیش رفت. عمر که آمد ابو بکر گفتن بسار فامیده ویست او که آمد چطور میشه و ولی ایتور میشه که اردو امپراتوری را شکست داد. اون مسلمان ها را در رأس قدرت دنیا قرار داد. ماشاءالله عثمان که آمد افغانستان خراسان زمین نه اینجا را فتح کرد. بودایی ها بودیزم ها مجوسی آتش پرست اینجا بود چند این ادیان اینجا ماویه را میگفتن که این ولی تورس و توره و این افریقا را فتح کرد. اما او یا این در اروپا خود را رساند. حال یک صد سال است که ما شما ازر ضعیف است. این چیز کده نمیتونن اینا خود همیشه اسلام و اهلش پیروز است. به شرطی که یک شرط داره که او چی است عمل. این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا تا که اقدام نکنن. الله آدم های بغیرت های چیز نمیده. یا ای که نان بخورن و خوشان یکم تو میگم الله ما را غلط نگیده میجیره یا خدایی را خراب کنن نمیکنم. الله میگم سر بخواد تا که سر تو بزدل میگه کار نکنم. خب من تو سر بخواد کار نمیده. باز الله در قرآن میگه که شما بزدلا کار نکنین ای تو آدم های شجاع هست که سن کده سخت است. و این تدولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اگر شما ایراد کردین وسو میکنه زیر زمین شما رو تیر میکنه دیگه میاد. واقعا همینطور است. ما شما از امو وقت که تاریخ بخوانیم او که شما تاریخ بخوانیم دیگه نسار ما که بیکار باشم ما صبح نیم بعد از این تاریخ اسلام برتان درس بده تا ال حالا که ببینیم ای توی فامیده میشین باز که در دنیا چیکار بود چیکار شد. اگر کل امت مسلمه تاریخ خدا بفهمد هیچ وقت غلامی نمیکنه. ولی ما تاریخ های دیگر هم میفهمیم. 5000 سال پیش نه؟ 5000 سال پیش چی تاریخ هم؟ نه؟ تاریخ های 5000 سال پیش به چندان تاریخی نبود غیر از تاریخی که غلامی و بردگی و بیدینی نه؟ تاریخ اسلام هم بفهم 5000 سال پیش.